به گزارش رسانه‌های حکومتی بر اثر بارندگی‌های دو روز گذشته در 12 استان کشور سیل جاری شده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت از روز 23 فروردین تا صبح امروز در 37 شهر، روستا و مناطق عشایرنشین شاهد وقوع سیل، آب گرفتگی و طوفان بودیم. به استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، لرستان و یزد را جزء استان‌های سیل زده نام برد. همچنین تلویزیون رژیم در این باره گفت طوفان و تندباد بخشی از استان خوزستان را در نوردید. در اهواز تندباد باعث قطع برق، شکسته شدن درختان و بیلبوردهای تبلیغاتی شد. سرعت تندباد به بیش از 60 کیلومتر در ساعت رسید. در برخی مناطق هم سیل جاری شده است. بر اثر طوفان و سیل 80 خانوار در این استان گرفتار شدند. در یاسوج هم بارش باران شدید باعث آب گرفتگی خیابان‌ها و معابر شد. در لرستان بارش شدید باران خساراتی به بار آورد. رئیس سازمان امداد و نجات گفت در 24 ساعت گذشته استان‌های یزد، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و چهارمحال و بختیاری گرفتار سیل و آب گرفتگی شدند. به گفته که سلیمی، امدادگران به 386 تن خدمات امدادی ارائه و 7 خودرو را از مسیر سیلاب رهاسازی کردند. سال گذشته سایت حکومتی خبر آنلاین در مطلبی تحت عنوان سیل بحرانی که از این پس بیشتر سراغ ایران می‌آید، می‌نویسد بر اساس آمارهای سازمان جنگل‌ها میزان وقوع سیل در ایران روندی افزایشی داشته است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از ابتدای سال 1330 تا 6 ماهه اول سال 94 در مجموع 6359 فقره سیل در ایران رخ داده است. این رسانه حکومتی در مورد عواملی که بروز سیل را در ایران تشدید کرده به عواملی که تماماً توسط مافیای غارت آب و محیط زیست ایران در حاکمیت آخوندی ایجاد شده اشاره می‌کند و در مورد عواملی که بروز سیل را در ایران تشدید کردند می‌نویسد سیل به عنوان یکی از بلایای طبیعی بسیار مخرب در ایران می‌تواند معلول عواملی همچون جنگل زدایی، تخریب مراتع، تبدیل و تغییر آبخیزها و تالاب‌ها به مزارع، حجم روزافزون زباله و ضایعات باشد که سیل‌های سال‌های اخیر استان‌های شمالی می‌تواند شاهدی بر این ادعا باشد. از دیگر عوامل تشدید سیل در ایران می‌توان به دخل و تصرف غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها، تخریب منابع طبیعی و پوشش گیاهی منطقه از جمله جنگل‌زدایی، دست‌اندازی بشر به طبیعت و تغییر کاربری اراضی، احداث غیر اصولی پل و جاده بر روی رودخانه‌ها و از طرف دیگر وقوع خشکسالی‌ها نیز اشاره کرد. این رسانه حکومتی سپس می‌نویسد تخریب جنگل‌ها و مراتع، چرای بی‌رویه دام در بالادست سدها و مسدود کردن قالب رودخانه‌های کشور با دیوارهای بتونی نیز از دیگر دلایل تشدید سیل در کشور است. بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست از 421 مورد سیل اتفاق افتاده از سال 1330 تا 1380 نزدیک به 74 درصد آن تنها مربوط به سالهای 1360 تا 1380 می شود. یعنی در فاصله سالهای 60 تا 80 میزان سیل 20 برابر شده. در حالی که تغییرات زیادی در بارندگی‌های منطقه جز چند مورد استثنایی وجود نداشته است. البته از این زمان به بعد نیز آمار دیگری ارائه نشده است. خبرگزاری حکومتی ایرنا در گزارشی از بیعملی رژیم آخوندی در حل مشکلات ساختاری در مناطق سیل زده در مطلبی به عنوان از این سیل تا آن سیل چه می کنیم از قول یک کشاورز می نویسد هر وقت باران شدیدی می بارد با آبگرفتگی روبرو هستیم ولی شهرداری و مسئولان دیگر برای آن فکری ریشه‌ای نمی کنند. به این ترتیب یک بار دیگر روشن می شود که رژیم آخوندی نه تنها اقدامی در جهت ایجاد سیلبندها و مسیرهای مناسب در مناطق شهرها و روستاها نمی کند بلکه چنان غارت منابع مردم جلوی چشمش را گرفته که حتی ساده ترین اقدامات ضد سیل را هم دریغ می کند.